بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تحیت خدمت حضار و محترم، یه بخشی از مسائل فقهی ما در امور مالی هست که دو تا از فروع دین ما، یکیش خمسه یکیش زکاته، از مسائل فقهی ماست. اسلام برای اموال ما دستورات فراوانی داده. یکی راجب درآمد ما باید از راه حلال و شرعی باشد. اگر درآمد انسان از راه حرام باشد، عبادت او قبول نیست مگر اینکه اون وظیفش انجام بده. و همچنین راجب مخارج اموال ما هم دستوراتی داده که حقوقی که بر اموال ما هست، حقوق الهی، حقوق مردم، اونها را باید ادا کنیم. بعد سومین وظیفه ما را منعمون کرده از اسراف اموالمون. اموالمون را نباید اسراف کنیم، مخصوصا در این مشاهد مشرفه که اموال عمومی هست. موقع وضو گرفتن اینها باید کاملا به این اموال دقت کنیم، اسراف نشه. و همچنین باید ضایع نکنیم مالمون را. اسراف یعنی بیش از حد، ضایع یعنی یک کاری کنیم دیگه قابل استفاده نباشد. سوم این که باید کاری کنیم که ما مالمون را تلف نکنیم، از بین نبریم. و بهتر این است که از اموالمون به نحو شایسته و بایسته استفاده کنیم، احسان کنیم در راه خدا. یکی از موارد احسان همین نذورات شما زائرانی هست که در این مکانهای مقدس مصرف میشه و این بناهای خوب و قابل استفاده برپا میشه و همه شما هم در ثواب اونها شریک خواهید شد و این یکی از صدقات جاری است که باقی خواهد موند. روز یک شنبه متعلق است به آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام، هدیه به پیشگاه مقدس آن حضرت و زهرای اطهر و دخترشون فاطمه معصومه، اجماعاً 3 صلوات.